سلام بر هموطنان عزیز، سلام سلام، دوستتون دارم. حقیقتا نمیخواستم، برنامه نداشتم. امروز یه پیامی من یه جایی دیدم، ما یه گروهی داریم در واتساپ به نام دورهمی رسانه. اونجا گاهی می نویسیم، گاهی بحث می کنیم، اصولگرا، اصلاح طلب، انقلابی، چه می دونم، خونسا، روزنامه نگار، خبرنگار، چپ راست، بچه های رادیو تلویزیون، بچه های سایت ها، بچه های خبرگزاری ها، کما بیش همه هستن اونجا دیگه، سیاسیون هستن، همه تقریبا همدیگر رو می شناسن جز یه چند نفری که من اسماشون رو سیو ندارم. یکی نوشته بود که منوشه امیر دو نقطه، منوشه امیر خبرنگار اسرائیلی، فارسی زبان اسرائیلی، همه میشناسینش دیگه، نوشته بود منوشه امیر دو نقطه. من این منوشه رو همیشه مشکل داشتم تلفظ کنم، منوشه امیر. نوشته بود که منوشه امیر دو نقطه، دیشب خواب دیدم که ایران تمام کشورهای منطقه رو تصرف کرده و داره به سمت اسرائیل پیشروی میکنه. باور کنی من اولش ندیدم منوشه بالاشو، منوشه امیرشو ندیده بودم، فکر کردم که این پست مال همین آدمی که ارسال کرده، غافل از این که این مال منوشه امیره. نوشتم که خدا نکنه خواب شما تعبیر بشه، یعنی در واقع من پاسخ اون شخص رو دادم، پاسخ منوشه امیر رو ندادم. نوشتم که خدا نکنه خواب شما تعبیر بشه. بابا بنده خداها کشورهای منطقه برقشون روشنه، آبشون جاریه، محیط زیستشون پاکه، یه لقمه نون دارن میخورن، تورم ندارن، چه میدونم اختلاس ندارن، فساد سیستماتیک ندارن، 4 برج دارن میسازن، دریا رو دارن تبدیل به جزیره مسکونی میکنن، چه میدونم خودروی خوشگل سوار میشن، تصادفاشون اگه تصادف هم بکنن آدم تو پرایدشون له نمیشه، جاذبه دارن، جاذبه گردشگری دارن، جاذبه سرمایه گذاری دارن، آدم های دنیا میان توش میرن. آخه چرا ایران بره اونجا آبشون قطع بشه، از جریان بیفته، برقشون از جریان بیفته قطع بشه، نونشون بریده بشه، اگه ایران اونجا رو تصرف کنه، عرضم با تورمشون سر به فلک میکشه اگه ایران بره. خدا نکنه خواب منوش و امیر یا خواب این دوست ما تعبیر بشه. بقول این دوست رشتیمون، داغانیم آقا جان، داغانیم. خلاصه دارن زندگی میکنن، حالا خوب یا بد دارن زندگی میکنن کشورهای منطقه. این منوشه امیر یا این دوست اصولگرای انقلابی ما چرا از این خوابا میبینن؟ خدا نکنه واقعا. بعد میدونی چی نوشت؟ نوشت که زیر پست من رو ریپلای کرد و نوشت که واقعا این حرفا رو یه ایرانی داره میزنه. من کمتر می نویسم تو گروه هانی، من یه وقتی گوشی رو باز میکنم میبینم بیرین یه 150 تا گروه بیشتر کمتر دارم، میبینی که همه مثلا 1000 1500 2000 3000 پیام باز نشده هست. وقتی کسی دوستان بغل من وایساده میبینی که واتساپ من این همه پیام باز نشده داره، تعجب میکنه، میگه که بابا باز کن بخون. گفتم، میگم که بابا به خدا نمیرسم بخونم، نمیرسم بنویسم. یه وقتایی اتفاقی که چند تا گروه مرجع هستن که همکاران توشن، یه چند تا گروه فامیلی داریم، چند تا گروه اصلاح طلبی داریم، خیلی معدودن، یعنی جمعاً 5 تا نمیشن. تو این 5 تا گاهی در طول ماه یه بار دو بار یه چیزی میبینم جلب توجه میکنه، یه پاسخ میدم یا یه بحثی رو مطرح میکنم، یا گاهی یه پستی از اینستاگرام خودم یا از یوتیوب خودم اونجا فوروارد میکنم. در همین حد من در گروه ها مشارکت میکنم. خود اتفاقی اینو دیدم و همینو نوشتم، خدا نکنه آبشون بره، برقشون بره، تورمشون حرکت کنه، پولشون سقوط کنه، دلار نمیدونم گرون بشه اونجا، گوشتشون 4-7 برابر بشه، 10 برابر بشه، هلیکوپترشون سقوط کنه، رئیس جمهورشون کشته بشه،
خب چرا ایران چرا بره این منطقه رو بگیره یا اسرائیل رو بگیره که مردمش منطقه رو از نون و زندگی بندازه، پرستاراشون رو فراری بده، دانشجوی نخبگانشون رو فراری بده برن، چه میدونم محیط زیستشون رو داغون کنه، گرمای رودخونه هاشون کثیف بشه، زباله گرداشون زیاد بشه، پرایدشون فراوون بشه. بعد الان دارن زندگی میکنن، ماشین آمریکایی سوار میشن مفت، آلمانی سوار میشن مفت، با پولشون بهترین زندگی رو میکنن، عرضم بزرگ جاذبه دارن، مردم دنیا میان اونجا میچرخن میچرن. عرضم بزرگتون که چرا ایران بره اونجا رو بگیره که خرابش کنه، خدا نکنه خوابه منوشه امیر تعبیر بشه. خلاصه من اینا رو نوشتم، اینا که دارم میگم اینا رو نوشتم، نوشت که واقعا این حرفا حرفای ایرانی است. در پاسخش نوشتم که ایرانی بودن مساوی با کشورگشایی و به هم ریختن زندگی عادی مردمان همسایه نیست. ایرانی بودن به معنی دروغگویی نیست. ایرانی بودن به معنی شعار تو خالی نیست. ایرانی بودن به معنای ایرانی بودنه و صلح‌طلب بودنه. اینا رو من نوشتم در پاسخ بهش، اون جمله‌ش گفته بود واقعا یک ایرانی درباره واقعا این حرفا رو ایرانی میزنه. من در پاسخش اینا رو گفتم که ایرانی بودن مساوی با کشورگشایی و به هم زدن امنیت و نظم منطقه نیست. بعد برداشت نمیدونم خودش، چون من توجه نمیکنم، دیدم یکی پاسخ داده بود، وقتی ریپلای میکنه دیدی که یه علامتی میاد که یعنی پاسخ شما رو داده، همون رفتم اونو باز کردم دیدم که پاسخ داده که ایرانی بودن مساوی با غیرت، ایرانی بودن سیب زمینی نیست، یعنی کشورگشایی یعنی ایرانی غیرت داره، سیب زمینی نیست. حیفه شما ایرانی نیستید. خب باز من مجبور شدم جواب بدم، حیف که الان جلو دستم نیست که بخونم، اگه بود الان از روی چون گوشی درگیر دیگه، گوشی دارم با شما حرف میزنم نمیتونم باز کنم بخونم، اگه میدونستم واقعا اون رو کاغذ مینوشتم الان از رو براتون میخونم، ولی تلویحا یه پاسخ خیلی بلندی دادم و نوشتم که ایرانی بودن و غیرت، غیرت یعنی این که تورم نداشته باشی، مردم با حکومت در قهر نباشند، روحانیتتون مثل قدیم احترام داشته باشه، غیرت یعنی این که شهروند کره بیاد در ایران ناسیونال شما کار کنه، غیرت یعنی این که با خلبان ایرانی، افسر ایرانی با جت شخصیش بره در شهر دبی بشینه در دوره‌ای که هنوز با شتر رفت آمد می‌کردند در دبی، امیر دبی با یه جیپ قدیمی آمریکایی اومد به استقبال یک افسر عالی رتبه ایرانی که با جت شخصیش رفته بود، تفریحی هم رفته بود اونجا در اطراف دبی، فرود اومد و عکسش هست اگه سرچ کنید هست، و امیر یا یکی از امرای دبی و امارات با یک جیپ آمریکایی قدیمی اون زمان با لباسهای مندرس معمولی اومده بود به استقبال این افسر عالی رتبه جت سوار ایرانی. این یعنی غیرت. غیرت و ایرانی بودن یعنی اینکه تو 24 ساعت شورش زوار یا چیز مال یمن کجا بود، شورش احزاب چپ یمنی رو، ببخشید عمانی رو، عمان، تو 24 ساعت تو 48 ساعت پادشاه عمان رو نجات بدی و برگردی، و هنوز بعد از 50 60 سال پادشاه امروزی عمان مدیون پادشاه ایران باشه و مدیون همین ایرانیا باشه. غیرت یعنی اینکه پول تو جیبت امشب اگه 10,000 تومان فردا نشه 2,000 تومان ارزشش،
غیرت یعنی اینکه مرد ایرانی به زن به دختر ایرانی حمله نکنه و بزنه تو سرش چشش کور کنه. غیرت یعنی اینکه اینا پاسخایی که من دادم بهش. غیرت یعنی اینکه پرستار ما، نخبه ما، دانشجوی ما در کشور بمونه و خدمت بکنه و امنیت روانی و زندگی آرام و سالمی داشته باشه و بمونه در کشور کار کنه و نرود آلمان و آمریکا و کانادا. غیرت یعنی اینکه پیشانیت تقلبی ورق قلمبیده نباشد، جای مهر تقلبی نداشته باشد. غیرت یعنی اینکه با دروغ و ریا و تظاهر مبارزه بشه. غیرت یعنی نداشتن اختلاس و فساد سیستماتیک. غیرت یعنی اینکه آخوندت مثل قدیم احترام داشته باشه، نه اینکه عمامشو بپروند. غیرت یعنی اینکه شهروندان کشورهای دیگه بیان اینجا بچرخن و پول بیارن. غیرت یعنی اینکه کارخانه ذوب‌آهن شما تکنولوژیش مال 70 سال پیش نباشه. غیرت یعنی اینکه در 16 سال شمال ایران رو با راه‌آهن به جنوب ایران وصل بکنی. غیرت یعنی اینکه با دنیا آشتی داشته باشی، ضمن حفظ کرامت و اقتدار مرکزی برای صلح باشی. غیرت یعنی اینکه مردم از حکومت اینقدر نفرت نداشته باشن. این غیرته. غیرت یعنی اینکه دارای منابع گازی و نفتی باشی و همون میزان قدرت تولید برق داشته باشی، تکنولوژی داشته باشی. غیرت یعنی اینکه اینجا این کشور میزبان بازی‌های آسیایی باشه، نه بالاتر، میزبان المپیک باشه، نه میزبان جام جهانی باشه. غیرت یعنی اینکه توی چند سال 5 تا ورزشگاه آزادی بسازی. این غیرته. غیرت یعنی اینکه درخت‌های زاگرس نسوزن. غیرت یعنی اینکه پول ایرانی ارزش داشته باشه و هر جا بری چنج کنن و احترام داشته باشی. غیرت یعنی اینکه وارد فرودگاه 70 کشور بشی و برای پاسپورتت احترام نظامی بذارن. اینها غیرته. غیرت این نیست که پول ببری تو سوریه حرام کنی و دستاورد هم نداشته باشی بعد اسرائیل هم هر روز پایگاهات اونجا بزنن. این غیرت نیست. اینها غیرت نیست. اینها ذلالت و بیچارگی است. میگه که ایرانی باید غیرت داشته باشه. من اینا رو که دارم به شما میگم پاسخ اون بود که گفته بود که ایرانی سیب زمینی نیست، غیرت داره و منطقه رو میتونه بگیره. نه تنهایی نبود، نوشته بود که از مظلومان جهان حمایت کنه. تو همون پاسخ نوشتم که ایرانی بودن و غیرت یعنی این که همان گونه که از مسلمان غزه و فلسطین حمایت میکنی، البته از همه مسلمان فلسطین حمایت نمیکنیم، ما فقط از جهاد اسلامی و حماس حمایت میکنیم و اینه از فلسطینی های مثلا کرانه باختری حمایت نمیکنیم. غیرت این نیست که تنها از خنجر به کمران یمنی و لنگ پوشان یمنی حمایت بکنیم. غیرت یعنی این که استاندارد حمایت ما از مسلمانان و مظلومان یکی باشه. غیرت یعنی این که ای غورهای چین رو هم مورد حمایت قرار بدیم. غیرت یعنی این که چچنی هایی که روس ها تو سرشون می زدن، مسلمان های چچن، از اونها حمایت میکردید همان گونه که از حماس و جهاد اسلامی حمایت میکنید. غیرت. اصلا آدم دیوونه میشه وقتی این چیزا رو میبینه و میشنوه. غیرت
غیرت چیه؟ غیرت اینه که زندانی سیاسی داشته باشیم، غیرت اینه که دختر با حجاب مناسب رو بکشیم در زندان، غیرت اینه، غیرت اینه که دست پاچه بشیم و 170 80 نفر آدم رو در هواپیمای اوکراینی پرپر کنیم، غیرت و عقل اینه که توی کرمان 200 نفر آدم زیر دست پا لیه بشن به خاطر تشییع جنازه سردار قابل احترام. اینا غیرته؟ اینا سیاسته؟ ایرانی غیرت داره، سیب زمینی نیست. اینها هیچ کدوم از چیزی که ما الان داریم به عنوان جمهوری اسلامی و ایرانیان، ما بدهکار به زمین و زمانیم. به جمهوری اسلامی، به شهروندان خودش بدهکاره، به دنیا هم بدهکار شده، به زمین هم بدهکار شده، به تاریخ هم بدهکار شده، به زنان و دختران خودش هم بدهکار شده. غیرت این نیست که در مدارس دخترانه ما ناامنی به وجود بیاد و پلیس بره تو مدرسه مستقر بشه هر روز در 1401. غیرت این نیست که پلیس بره تو دانشگاه مستقر بشه. پلیس منظورم نیروهای امنیتیه، نه پلیس به معنای متعارف. اینا غیرته؟ ایرانی بودن اینه؟ ایرانی بودن اینه که اسرائیلیا در لبنان و در سوریه پایگاهاشو با خاک یکسان کنه و نتوانی هیچ غلطی بکنی و 4 تا موشک و پهباد و اینا سمبولیک بفرستی و بهشون بگی که اینا دارن میان بزنینشون؟ این غیرته؟ چند تا ساختمون در اسرائیل خراب شد؟ این همه موشک کروز و دیگر موشک ها رو فرستادیم، اون یکی چیه؟ اون موشک کروز و یکی دیگه هست، موشک این همه موشک، نمیدونم موشکی که از جو خارج میشه و موشک کروز و پهباد فرستادید، چند تا ساختمون توی اسرائیل خراب شد؟ اما چند تا پایگاه و انسان، پایگاه ایرانی در سوریه توسط اسرائیلیا با خاک یکسان شد و چند نیروی ایرانی اونجا کشته شد؟ این غیرته؟ این غیرته که روس‌ها در استفاده اقتصادی در سوریه از ایران جلو بزنن و بشار اسد هیچ نفع اقتصادی برای ایران نداشته باشه؟ این غیرته که شرکت‌های آمریکایی و اروپایی بیان و در عراق سرمایه گذاری کنن؟ این غیرته؟ این ایرانی بودنه؟ صنایع آمریکایی و اروپایی در عراق بیان و بازار عراق رو تصرف بکنن و ایرانی ها فقط شعار بدن؟ اینا هیچ کدوم غیرت نیست. ایرانی بودن هم مساویه با این احمق بازی ها و این گرفتاری ها نیست. ایرانی بودن مساویه است با عقلانیت. برادر انقلابی، خطاب هم به شماست، ایرانی بودن مساوی با حماقت نیست، مساوی با زیان نیست، مساوی با تورم نیست، مساوی با آلودگی محیط زیست نیست، مساوی با خوش شدن رودخانه ها نیست، مساوی با پایین آمدن سدها نیست. ایرانی بودن مساوی با عقلانیت و غرور هست، غرور واقعی و غروری که با عدد رقم قابل حساب کتاب باشه. واقعا شما هم بگید، هم راهان کانال راوچا به من بگید ایرانی بودن چیست. دوستتون دارم، خدا نگهدارتون.